عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت عده‌ای در مراسم تشییع و خاکسپاری ناصر حجازی به خاطر سر دادن شعار خبر داد. اظهارات این مقام قضایی در حالی عنوان می شود که به گزارش رسانه های منتقد دولت در جریان مراسم خاکسپاری ناصر حجازی عده‌ای از شرکت کنندگان به سر دادن شعارهایی در حمایت از جنبش سبز پرداخته بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع با محمد رهبر روزنامه‌نگار گفتگویی انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای رهبر، با وجودی که مدتی در ایران تظاهرات سیاسی بزرگی در اعتراض به حکومت برگزار نشده، اما هر از گاهی اخباری منتشر میشه که معترضین از مناسبت‌های غیر سیاسی برای اعتراض استفاده می‌کنن. به نظر شما این اعتراضات تا چه حد میتونن اهمیت داشته باشن؟ من فکر میکنم اول باید به این نتیجه برسیم که جنبش سبز یک جنبش سیاسی نیست، یک جنبش اجتماعی است که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ورزش رو هم در بر میگیره و معترضین اون انواع و اقسام طبقات جامعه و کسانی هستند که صرفاً علایق سیاسی ندارن. و اگر در تشییع جنازه مرحوم حجازی هم شرکت میکنند و شعارهای سیاسی میدهند، لزوماً آدمهای سیاسی نیستند، بلکه به اون وضعیتی که الان به وجود اومده معترض هستن، چه در عرصه ورزش چه در نواحی دیگری که به اون معترض هستن از جمله اقتصاد. نکته بعدی این هستش که خود آقای حجازی هم به حال این قابلیت داشت که تشییع جنازه‌اش به صورت یک تشییع جنازه با شعارهای سیاسی در بیاد، چون که ایشون تنها فوتبالیست ایرانی بودش که در دهه‌های اخیر به شدت وارد سیاست هم شده بود و حتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم بود. این یه نکته و باید در نظر بگیریم که جنبش سبز جنبش به هر حال صرفا سیاسی نیستش. و نکته بعدی این که اتفاقا این گونه تجمعات نشون میده که اون آتش زیر خاکستر همچنان شعله‌ور هست، اعتراضات با همه سرکوبی که شده نخفته. و یه نکته دیگری هم نشان میده که عدم رهبری راهبردی هستش که در مورد تظاهرات ها بیباید وجود داشته باشه. ببینید، هیچ تظاهرات خودجوشی به خودی خودش شکل نمیگیره. قبل از انقلاب هم تظاهراتی که منجر شد به انقلاب اسلامی و سال 57 سال راهپیمایی ها بود، اون تظاهرات ها هم در پشت صحنه عواملی داشت که اینها رو سازماندهی می‌کردن و رهبرانی بودن که فراخوان هایی می‌دادن. اینجا باید بگیم که نقش آقایان موسوی و کروبی بسیار نقش بزرگی بود برای اینکه مردم رو به خیابان ها بیاورند و اعتراض رو شکل بدن و الان چنین چیزی رو فاقد هست جنبش سبز. بنابراین این چیزهایی که میبینیم فکر نمی‌کنم که تداوم مؤثری داشته باشه. به طور کلی شما دورنمای حرکت‌های اعتراضی عمومی رو در ایران چجوری می‌بینین؟ به نظر شما یا پتانسیل‌های مشخصی برای ادامه این نوع اعتراض‌ها در آینده وجود داره؟ این پتانسیلش که به شدت وجود داره، ولی اینکه بالفعل بشه یک نکته دیگه است. اعتراض وجود داره، وضعیت معاش مردم بسیار خراب هست، وضعیت تورم هر دسته داره میره بالاتر و دولت هم به یک سرگیجه افتاده در کنترل اوضاع اقتصادی ایران. نکته دیگه این هستش که خیلی ها نسبت به اون رأیی که دادن تو تقلب درش شد همچنان معترض هستن، اینها اقناع نشدن اونطور که حاکمیت اعلام کرده. این پتانسیل همواره هست، ولی اینکه چطوری بالفعل بشه با اون سرکوبی که حکومت انجام داد، من فکر میکنم مردم ایران علاقه به دادن هزینه های بیشتر ندارند. این حالا چه بد چه خوب این اتفاق افتاده. نکته دیگه این هستش که جمهوری اسلامی در دهه های گذشته هر آنچه که تشکل به حساب می اومد اینها رو از بین برده. ما هیچ جامعه صنفی، سندیکا، انجمن و اینها نداریم که به صورت آزادانه اعضایی داشته باشند و اینها رو دعوت کنند به اعتصاب و نافرمانی مدنی. به نظر می رسه که تا وقتی به صورت رشته رشته و دست دسته نشدند و تشکل و سنف خاص خودشون رو پیدا نکردن، این حرکت های توده‌ای چندان نمیتونه تاثیرگذار باشه و در غیبت یک رهبری حالا نه اینکه متمرکز در فرد خاصی باشه، یک مجموعه رهبری که سیاست راهبردی داشته باشه، من فکر میکنم که اعتراض ها همچنان همینطور جسته و گریخته ادامه خواهد داشت و نه موثر. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.